بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز جمعه هفتم ماه آگست سال 2015 میلادی و برابر است با 16 مرداد ماه 1394. اجازه بدید که برنامه امروز رو شروع کنم با تشکر از بیننده عزیزی که دیروز تماس گرفتن. باور کنید که از افتخارات من اینه که این دوستان بیننده برنامه من هستن و با راهنمایی هاشون در بهتر کردن برنامه من رو یاری میکنن. ایشون میگفت که شما وقتی که میگید اولاً بعد میگید دوماً غلطه. بلافاصله گفتم میدونم باید بگم ثانیاً ثالثاً اینها، ولی یک کمی شماها به ما تخفیف بدید. ببینید، من اینجا گفتم یکی از ماشاءالله این برنامه ما خیلی محاسن داره. یکی از محاسناتش اینه که من خیلی خودمونی با شماها صحبت میکنم و نه تیتیش مامانی نه با قاشق چنگال به اصطلاح بخوایم صحبت کنیم. خیلی همینجوری که تو کوچه هم دیگر رو میبینیم، توی مهمونی ها هم دیگر ببینیم. و قبول کنید که با وجودی که درستش اینه که بگیم اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، ولی اگر من بگم اولا، دوما، سوما، چهارما، شما میفهمی منظور من و به این میگن غلط مصطلح. یعنی غلطی هست که بیشتر از صحیحش استفاده میشه. البته این دوستمون استاد هست و معلم بوده و معلم هست و امیدوارم به زودی بتونیم ازشون توی برنامه‌های تلویزیون مردم استفاده کنیم. ضمناً ایشون به من گفت که شما توی برنامه‌هاتون هر وقت میگید چه باید کرد، میگید به قول آقای حسیبی. این گفته چه باید کرد از آقای حسیبی نبوده و از آقای نورالدین کیانوری بوده. گفتم خب البته آقای حسیبی، ببینید من که آقای نورالدین کیانوری رو نه سنم قد میده نه میشناسم، من شیراز، ایشون تهران، مثل که همش زندان بوده، نمیدونم چی بوده از این ماجراها. و من اولین باری که مثلا این رو شنیدم موقعی بود که یه وبسایتی به نام چه باید کرد در سال 2003 و 2004 آشنا شدم و دیدم این رو ایشون درست کرده. مثلا چلو کبابی شمشیری رو که من که اصلا شمشیری رو نمیشناختم که به کمک کرده به مصدق و پول خرید، پول داده و اون اوراق قرضه خریده و اینها، ما شمشیری رو از شمشیری که آویزون کرده بود به چلو کبابیش اینجا توی تایسن کورنر شناختیم. تا اینکه یه روزی آقای بهار، جلیل بهار، دکتر جلیل بهار هر جا هست شاد و خوب و سلامت باشه، ایشون وقتی که با دیگران صحبت میکردیم گفت این کسی که اسم شمشیری رو اینجا استفاده میکنه به نظرم باید یه مبلغی به خانواده شمشیری بده. گفتم ای قرونه برم شمشیری کیه؟ گفت بابا شمشیری تو ایران اینجور بوده و اونجور بوده و کمک کرده در زمان جبهه ملی و دکتر مصدق و اینها. من با اون آشنا شد و گفتم که بابا این روزا حق آدمای زنده رو نمیدن، میخورن آبم میکنن روش. حالا حق آدمایی که مردن و بود 60-70 سال پیش بودن، کسی میره در خونهشون در بزنه بفرمایید، این اونم تو ایران. الان شما ببینید این بنده خدا آقای اسفندیار منفردزاده با دوستای خودش، با دوستای جنجونیش که ایشون میگه من 11 سالم بوده، اون مسعود کیمیایی اینا 16-17 سالشون بوده. حتی توی جایی میگه من میخواستم به مادرم گفتم که بیا خونمون رو بفروشیم تا من برم با اینا فیلم بسازم و اینها. اون وقت شما ببینید اونا چجوری حق اینو دارن زیر پا میذارن. البته من مایل هستم که در رابطه با این حق امتیاز، کاپی رایت، حق چاپ، حق تألیف، یادتونه مینوش حق چاپ محفوظ به فلانی، حق تألیف به فلانی. ببینیم این سینمای ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، حالا هر کدومش فکر میکنه قانونمندتر بوده، واقعا کی حق داشته؟ چون من اگر میرم یه عروسی فیلم میگیرم، اونها چون منو استخدام کردن این فیلم رو بگیرم، به من پول دادن، این فیلم مال اوناست.
ولی من اگر برم از منظره و طبیعت فیلم بگیرم به خرج خودم، این فیلم مال منه. حالا سوال پیش میاد که آقای منفردزاده، شما بهتون حقوق دادن، پول دادن که موزیک رو بسازید و برید دنبال کارتون، یا شما توی اونها شریک بودید، سرمایه گذاری کردید، حق امتیاز دارید؟ اینو میخواستیم که این بنده خدا هم یک کمی هم حالش خوب نبود، هم یک کمی با من ناز میکنه. من هنوز آقای اسفندیار منفردزاده نوشته شما رو نمیفهمم. یعنی شما میخوای من همه رو اخراج کنم فقط شما بیا اینجا صحبت کنی؟ خب این چیزی میشه که آقای جمشید شارمهرم میگفت که همه رو بکن بیرون که من بیام. ما گفتیم آقا شما بیا حرف بزن، اگه حرف شما، اونم شما آقای منفردزاده، شما که به این قشنگی استدلال میکنی، صحبت میکنی، دلنشین صحبت میکنی، منطقی صحبت میکنی، از چی وحشت داری؟ از آقای اجلالی؟ از آقای حسن ارشاد؟ از من؟ از چی وحشت داری واقعا؟ در هر صورت من این موضوع رو نمیدونم، شاید همون دوستمون که راجع به کردیت کارت و ریترن چیه، ریفاند چیه، اکسچنج چیه قرار بود صحبت کنم و اینها، هر وقت آمد توضیح داد. این مثلا اگه یه کسی کتاب می نویسه بعد میره میفروشه کتابش رو، یه چاپخونه چاپ میکنه، حالا دیگه امتیازش مال اونه، مال اینه. شما اینجا میدونی اینجا مثلا خیلی از این خواننده ها که با یه آهنگ معروف شدن، ولی بعدن که این آهنگ گل میکنه، اینا مثلا تو داستاناشون هم مینویسن، مینویسن من جوان بودم، اینا به من 500 دلار دادن و برام هم نوشتن که شما هیچ حقی نداری. منم امضا کردم، 500 دلار خیلی خوب بود، با دوستان میتونستم برم بیرون و اینها. بعد اون آهنگ مثلا میلیون ها دلار فروخته شده. اینو یه نفر توضیح بده بمانه. پس چه باید کرد؟ گفته آقای نورالدین کیانوری بود. و اما همینجوری که صحبت میکردیم با این دوست فرهیختمون، یکی از به اصطلاح اساطیر و اساطیر ایران آقای قوام السلطنه صحبتش آمد که ایشون با خنده گفت اون جمله‌ای که میگن خواهش میکنم خواهش نکنید، این را هم آقای قوام السلطنه به اصطلاح راه انداخته. و حتی یه مقداری صحبت کردن، گفتن درباره اون چه باید کرد یک جمله از این قشنگتر هست که وقتی طرف میپرسید چه باید کرد، یکی از دوستان پرسید چه نباید کرد. چون به نظر میرسه که ما هممون میدونیم چه باید کرد ولی نمیدونیم چه نباید کرد، و اون کارهایی رو که نباید کرد انجام میدیم به دردسر میافتیم. این از این. باز این دوستمون صحبت کرد، من همین جوری که شما صحبت میکردیم مینوشتم و روی یک پاکت نامه بود هی مینوشتم که جا پیدا کنم. اینجوری برای من گفتن که درسته که تاج و عمامه برای ما اهمیت نداره، ولی تاج و عمامه خیلی برای ما اهمیت داره. که من یکم گفتم یعنی چی؟ از این ور میگید عمامه تاج، عمامه و تاج اهمیت نداره، از اون ور میگید اهمیت داره. اینا صحبت هایی که من و شما و این دوستان میتونیم ساعت ها در موردش صحبت کنیم، به شرطی که بیایم جلو، به شرطی که مثل آقای سهراب چمنارا ننویسیم ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. من نمیدونم، فکر کنم این شعر مال حافظ باشه، حالا مهم نیست مالی که، مهم اینه که در یه شرایطی طرف یه جایی بوده که وقتی بهش گفتن اینها گفته بابا من از بدی روزگار به اینجا رسیدم. آقای چمنارا، من و شما قبول داریم که از بد حادثه اینجا آمدیم، اولا خیلی هم برای من و شما بد نشده، قبول داری؟ ما تو همون ایران اگه شاه هم مونده بود، بازم فکر و ذکر و هوشمون این بود که از اونجا در بریم. هنوز که هنوزه هنرپیشه حامله ایرانی خانم افشار، مهناز افشار درست میگم، بلند میشه میره خارج و از هم میکنه که دخترش یا پسرش پاسپورت آمریکایی داشته باشه. خانم شمس خواهر شاه میاد میره خارج که بنده خدا اون موقع مست که آقای مصدق مشغول بردن انگلستان به دادگاه لاهه، یا اونها آقای مصدق رو به دادگاه لاهه بردن بوده، بعد این خانم شمس میاد میگن که میخواد شما رو ببینه، میگه بابا من گرفتارم چه کار داره، میگن پول میخواد، میگه پول برای چی میخواد، میگه برای که داره میره خارج بذار مملکتی که شاهش
میره جنوب فرانسه خونه میخره، وکیشنش اسنو نمیدونم اینها اسکی و اینا، میره سوئیس، میره کشورهای دیگه، برای دریا میره جنوب فرانسه. این مملکت دروغ میگیم اونایی که میگیم چو ایران نباشد تن من نباد، دروغ میگیم. اگه این دروغ گفتن رو بذاریم کنار و هممون بگیم آقا عجب خوب شد که ما اومدیم آمریکا، خود من 5 سال بعد از انقلاب مونده بودم ایران، دو داداش من اینجا بودن، میگفتن آقا چرا نمیای، گفتم کجا بیام، من شغلمو دارم، خونمو دارم، زندگیمو دارم. بعد دیدم نمیشه با داشتن شغل و خونه و زندگی بازم نمیشه زندگی کنی، بلند شدیم اومدیم. حالا شما آقای سهراب چمنارای عزیز، دوست نازنین، برادر گل، هی به من نگو که صحبت کردن درباره گذشته چه فایده. آقا من دیوانم، من روانیم، شما بیا درباره امروز صحبت کن. یکی از مشکلات بزرگ برنامه‌های تلویزیون اینه که ما هممون میخوایم مثلا آقای میبادی مثل من برنامه اجرا کنه، آقای شجره مثل من برنامه اجرا کنه، آقای دلدار مثل من برنامه اجرا کنه. نه آقا، من دیدم چون اونا مثل من برنامه اجرا نمی‌کنن، من اومدم جلو برنامه اینجوری اجرا می‌کنم. از دوستانم هم میپرسم How was my program؟ میگم پروگرام من چطور بود؟ میگن آقا خیلی خوب بود، ما اصلا فکر کردیم توی مهمونی نشستیم شما هم داری با ما صحبت میکنی. من اینو برای اون دوستمون میگم، خیلی رو اولا دومن من شما گیر ندید، شما بیاین قشنگ صحبت کنید. این کجاش اشکال داره؟ خب من الان براتون امروز یه فیلمی رو نشون میدم، این فیلم مال 4 سال پیشه، آقای سعید سلطانپور مجری خوبیه، خیلی قشنگ صحبت میکنه و اینها، تو تلویزیون های مختلف بوده، با آقای دکتر افشارها صحبت میکنه راجع به آموزش پرورش. خب شما اونو میبینی، برنامه منم میبینی، برنامه آقای نظامی رو میبینی، برنامه اونم میبینی، ولی هر کسی هی به من بگه آقا شما بهتر اینجوری چیز کنید، شما اینو سوربی رو هی میخوان بچرخونید و هی میخوان بچرخونید. من یادم به این میفته که این گلدونایی هست که تو خونه میذاریم، اینا همیشه میرن به طرف دریچه، چون اینجا که ما اسکایلایت نداریم، پادیو میگفتیم، پاسیو میگفتیم که برن بالا، میرن به طرف دریچه که نوره. هر از مدتی ما اینا رو میچرخونیم که کج نشه، از اون وری دوباره برگردن. شما کاری به من نداشته باشید، شما خودتون یه ویدیو درست کنید 5 دقیقه 7 دقیقه بیان صحبت کنید تا مردم با شما تماس بگیرن بگن آقا اصلا ما شما رو که دیدیم انگار که آزاد شدیم. چی بود؟ ما اسیر این سوربی بودیم، شما ما رو آزاد کردید. خب من اقلن این شهامت رو دارم، با وجودی که خودم میدونم من آقا رشتم فنی بوده، خیلی تو ادبیات و شعر و اینا وارد نیستم، ولی این شهامت رو دارم که فیلمای دیگران رو میذارم، به مردم حق انتخاب میدم. شما الان نگاه کنید، ما این پی سی تی وی ایران، پرژن کالچر یعنی فرهنگ، تلویزیون فرهنگ ایران زمین، توی نیویورک تأسیس شده. آقای نظامی هم ویدیوهاشو لطف کرد یه دفعه اینجا فرستاد، من ویدیوهاشم الان روزانه هم داره برنامه میذاره، اخبار میگه، درباره شاهنامه صحبت میکنه، یه گپ خودمانی داره که به خودش میگه، چون اون تلویزیون آپادانا گپی خودمانی داشته، اسم اینو گذاشتن از هر دری سخنی. البته خبر ندارم که 10 نفر دیگه این اسم از هر دری سخنی برنامه داشتن، ولی مهم نیست. ما که مثل اون هنرپیشه، نه ما مثل اون شاعر دزد معتاد نیستیم که بگیم آوی عربده بکشیم بگیم این اسم رو من گذاشتم. خب گذاشتی که گذاشتی، حالا کجاست، چی شد، هیچی. در هر صورت امروز ساعت 4 آقای حسن ارشاد برنامه دارن، قبل از ساعت 4 یعنی 20 دقیقه قبلش من یه فیلمی رو به شما نشون میدم، مخصوصا این فیلم رو برای دوستان بهایی نشون میدم، و جالب اینه که یک بهایی مخارج شد داده تا ما اینو پخش کنیم برای دوستان بهایی. البته این بهایی هست که میگه وقتی من سوال کردم از بهاییت و اینها منو طرد کردن، بعد من برگشتم گفتم آقا غلط کردم، منو قبول کردن، وقتی منو قبول کردن گفتم حالا من میخوام خارج بشم، کاغذم نوشتم دادم، یعنی کلکشون زده. اینجا هم همینجوره، مثلا توی شرکتی اگه شما رو اخراج کنن چیز بدیه، ولی اگه شما بری نامه بنویسی بگی من میخوام استعفا بدم، این استعفا برایت تو سابقت بعض وقتا تازه خوبم هست. در صورت این گفت آقا نگاه کنید، شما الان قرن 21مه، خانم
من نمیدونم خانم مهرنگیز کار دکتر پروفسور هرچیه، الان بالاخره یک شخص چی میگن شخیصی هست در جامعه ایرانی. ایشون توی مجلسی که در رابطه ظلم و ستم رژیم ها در باره چه رژیم قاجار چه پهلوی چه آخوندا به بهاییت صحبت میکنن، ایشون میاد وای میسه خیلی قشنگ صحبت میکنه در رابطه با آزادی و طاهره قرة العین و اینها، آخر آخر این ویدیو میگه حالا چشماتونو ببندید، همین طاهره که سمبل آزادی شماست اگر امروز در بین من و شما بود و هوس میکرد که آقا من بشم نماینده یا بشم نامزد برای اون مجلسشون چیه اون نهتا نمیدونم شورای عدل چی میگن اینا رو، آقای ارشاد خیلی خوب بلده. در هر صورت میگه این نمیتونست بره، خب این داره از یک محدودیتی شکایت میکنه، بعد گویا یه عده بهش یه کمی حمله کردن، روی فیسبوک هم هست، من اگه بتونم عکسش نشون میدم اینها، حتی آقای میلانی اگه باشه، بعد دیگران گفتن نه آقا بذارید حرفشو بزنه، اینا رو ما میذاریم قضاوت رو به عهده شما. پس 3:40 میریم سراغ خانم مهرنگیز کار، 4:00 میبرمتون به ایران سراغ آقای حسن ارشاد، 5:00 میریم به کانادا و فیلمی رو که ویدیویی رو که آقای دکتر کاظم افشارها و آقای سعید سلطانپور تهیه کردن اون رو میبینیم. لطف کنید تماس بگیرید، نظرتون رو بگید. نمیدونم اگه شماره تلفنی که زیر برنامه ها هست احیانا قدیمی هست و اینها، شما میتونید با شماره تلفنایی که میاد اینجا الان به اصطلاح عوض میشه و اینها تماس بگیرید، پیام بذارید، بگید این پیام برای آقای کاظم دکتر کاظم افشارها. وقتی بهش میگیم دکتر میگه به من نگید دکتر، این دکتر و مدرک و اینها ما ها رو بیچاره کرده، و بگید همون آقای افشارها. در هر صورت برای بگید برای اینه، بگید برای سعید سلطانپوره، بگید برای آقای ارشاده، بگید برای خانم مهرنگیز کاره، تا اونجایی که ما بتونیم این کار نامه بردن و پیام بردن رو انجام بدیم، به این امید که اونها پیام برا نامه برا اینجا میگن do not kill the messenger، اونی که به پیام میاره اونو نکش. دیدیم تو تاریخ ایران مخصوصا چه اشتباهاتی کردن شاهان و اینها، وقتی طرف آمده گفته آقا مثلا عمر به من این پیامو داده گفته اول گردنش بزن، آقا این بیچاره که به مأمور و معذور اون بوده چی کارش داری، بهش بگو آقا اینم جواب من برو بده، اشتباه کردن دیگه، به این روز افتادیم. پس 5:00 دکتر کاظم افشارها رو داریم، کنکاشی در آموزش پرورش که تهیه کننده و مجری برنامه آقای سعید سلطانپور. من از آقای سعید سلطانپور ممنونم که چنین برنامه‌ای تهیه کردن. چرا من این ویدیو رو پیدا کردم؟ در برنامه چهارشنبه آقای دکتر نصر احمدی که خیلی از شماها دیگه شاکی شدید، میگید آقا این آقای دکتر نصر احمدی مثل آخوندا صحبت میکنه و نمیذاره ما صحبت کنیم، میگم خب این برنامه گرفته که صحبت کنه، میگید نه اصلا یه جور به خصوصی، اولا تکرار مکررات میکنه، بعد خیلی از مدرکش صحبت میکنه و اینها. ایشون یا در برنامه‌ای که با من بودن یا در برنامه‌ای که با آقای پرویز مینویی بودن گویا گفتن که فکر کنم تو برنامه خود من بودن که آموزش و پرورش به درد ما نمیخوره و کاری رو انجام نمیده. منم حقیقتش یکم شاک شدم، یعنی شوکه شدم، گفتم یعنی چی کسی که اینقدر خودش رفته دنبال درس خوندن، کسب سواد، کسب مدرک، حالا به من و شما میگه به درد نمیخوره. رفتم روی گوگل و اینها زدم، دیدم این آقای کاظم افشارها یه ویدیویی داره در این مورد صحبت میکنه، البته بیشتر صحبتاش راجع به کانادا و اینها است. اگر فرصتی پیش بشه ما این افتخار رو داشته باشیم از ایشون سوال میکنیم بیان راجع به این آموزش و پرورش، چرا این دو کلمه رو ما همیشه با هم استفاده میکنیم، چرا آموزش تنها کافی نیست، چرا باید پرورش هم باهاش باشه و اینها. این یه بحث خیلی طولانی خواهد شد که میتونه هفته ها ادامه داشته باشه. آقای پرویز نظامی از شما دوستان یکم گله کرده که آقا خانم شما چرا تماس نمیگیرید، من که میگم بابا این تلویزیون باز شده، به من بگید چی میخواید تا من براتون پخش کنم یا تهیه کنم. من براشون یه جوک تعریف کردم، گفتم یه دفعه
یه دیجی آمد گفت من میخوام برنامه های درخواستی درست کنم تو تلویزیون های ایرانی. گفتیم بابا خیلی مشکله، اون موقع باید با سی دی عوض میکردن، مثل الان نبود، شما یه آیپاد یا چی داشته باشی یا یه کامپیوتر داشته باشی 5000 تا آهنگ توش باشه. گفت نه انجام میدم. یکی زنگ زد گفت بابا مثلا شعر هایده شبا که مست میشم میرم به میخونه، یه مشکی گفت همونی که اینو میگه؟ گفت بله. گفت همونی که اینجوری میخونه؟ گفت بله. گفت بذار ببینم. حالا همینجور داشت حرف میزد که لای این سیدیاش اونو پیدا کنه، نتونست پیدا کنه. گفت خب حالا اب نداره، حالا فعلا یه آهنگ از سوسن دوستت دارم پخش میکنم تا بعدا اونو پیدا کنم. خب این که نشد، آهنگ درخواستی. حالا آقای نظامی، این دوستان ما مارگزیده هستن. شما یه آدمی که مارگزیده شده خیلی باید یواش یواش قدم قدم جلو بری با مواظبت و با متانت و با صبر تا بتونید این رو چکار کنید، این رو بیارید و بهش بگید بابا این ریسمان سفید و سیاهه یا سیاه و سفیده و مار نیست. و حتی اگر مارم هست، این از این مارهای خونگی هست که شما باهاش بازی میکنید، بچه ها تو کیندرگارتن حتی بازی میکنن. بذارید من این شما میتوانید شماره تلفن اینا رو اینو به اصطلاح دیگه بردارم و تشکر میکنم از اون همشهری عزیزم که دیروز تماس گرفت. برای من میگه من نیمه همشهری هستم. میگم چرا؟ میگه برای که خانمم شیرازیه. آمریکایی‌ها میگن your better half، یعنی اون نیمه بهترت شیرازیه دیگه، شما باید اون نیمه خودت رو فراموش کنی و به قول معروف اون شما رو در بر گرفته و شما شیرازی شدی. و ایشون دیروز برای من نوشت که آقای سوربی شما روی وبسایتتون ببین، بعضی وقتا ما یه کارایی میکنیم خودم خیلی دقت نمیکنیم، گفت روی وبسایتتون دو جا نوشتید که اگر قادر به تماشای برنامه نیستید اینجا را کلیک کنید و دوتاش مثل هم. خب یکیشو بنویس اگر قادر نیستید که ببینید با تلفن هم میتونید. گفتم خدا پدرت بیامرزه و بهش گفتم بذار من وقتی میخوام با وبسایت کار کنم یکم باید از مغزم استفاده کنم یادم بیاد آخرین بار چجوری عوضش کردم، چون که من وبمستر که نیستم که هر روز این کارو بکنم. بعد گفت حالا ببینیم چی میشه. رفتم در عرض 5 دقیقه درست کردم اومدم. گفت بابا بازم آفرین به شما. گفتم آره دیگه، اون وقتا هم گفتن دود از کنده بلند میشه. البته الان جاش عوض کردن، یه چیز بدی میگن خیلی جا نداره که در تلویزیون بگم. آها این دوست من که میگفت که شما دومن اولا اینجوری، بعد میگفت شما که اینقدر قشنگ صحبت میکنی صدات خوبه و ای کاش خوانندگی هم میکردی اینها، چرا بعضی وقتا یه دفعه ماها رو ور میداری نمیدونم میبری تو توالت و دستشویی و فلان و بیسار و اینها از اینها صحبت میکنی؟ گفتم ببینید اشکال کار تلویزیونای ما همین بوده که یه چیز قلابی درست کردن، هممون اولا با فکر کراوات داشته باشیم، هممون با فقط صاف بشینیم، اصلا اینجوری خسته نشیم، اینجوری نشیم، بعد فقط صحبت از خوبی ها کنیم، از بدی ها صحبت نکنیم، در صورتی که وجودمون پر بدیه، اطرافمون پر بدیه. بعدم همینجوری که خونه و به اصطلاح منزلی که داریم مهمون خونه داره، این روزا خونه ها 3-4 تا دستشویی توالت داره و اگر یه خونه شما بسازی که دستشویی و توالت نداشته باشه، استاد عزیز ببین چه به سر خودتو چه به سر مهمونات میاد. پس هم دستشویی لازمه، هم آشپزخونه لازمه، هم توالت لازمه، هم مهمونخونه لازمه، هم اتاق نشیمن و الی آخر. این از و اما مهرنگیز کار رو گفتم. بله خانم مهرنگیز کار اینجوری قشنگ این کلمه شون اینه که همین الان اگر طاهره می آمد اینجا و میخواست نامزد عضویت در بیت العدل بشه، اون کلمه که یادم رفته بود بیت العدل، دوستان بهایی برای خودشون یک عذری دارن، میگن به دلیل اینکه خانم ها بچه دار میشن و حتی یه عکسی برای من فرستادن که نماینده مجلس ایتالیا گویا بچه‌شو داشت شیر میداد. اوکی شما درست می آقا خانم، اگر یک خانمی آمد گفت بابا من همسر ندارم که بچه دار بشم، یا من سنم به یه سن رسیده که دیگه یائسه شدم بچه دار نمیشم، یا اصلا رفتم لوله و موله و همه چی رو بستم، اون وقت جواب شما چیه؟ آخوندا میگن زن نمیتونه قاضی باشه، البته از این ور میگن چون عقلش نصفه، از اون ور میگن چون احساساتیه نمیتونه درست تصمیم بگیره.
کدومش رو منظورشون هست من نمیفهمم، چون کسی که دروغ میگه شما منظور و هدف اصلیشو نمیفهمی که پشت این حرفی که به شما گفته چی هست. ولی سوربی اگه میگه دومن یعنی دومن دیگه، یعنی ثانیه، یعنی این اولی رفت دومی هر چی دیگه. در هر صورت ما بدیم در نپه حشمت و جا آمدیم. براتون گفتم تلویزیون فرهنگ ایران زمین، مهندس پرویز نظامی، نیویورک، میتونید پی سی تی وی ایران، خیلی ساده است، پی سی تی وی ایران .com بزنید و ببینید. ضمناً 26 این ماه که ماه آگست یا اوت هست، در همین منطقه هندون در هتل هیلتون دالاس، اونم بعد سعی میکنم موقع آگهی بهتون نشون بدم، آقای مهدی مهدیزاده تبریزی به اصطلاح یه برنامه ای رو گذاشته به نام God's Grace که میگه بابا باورت میشه بعضی وقتا این دوستان به خاطر اسم خدا نمیان اینجا، در صورتی که نمیدونن بابا منظور ما اون خدای نمیدونم قاسم جبار فلان اینها نیست. این قاسم جبار یعنی دو نصفشون میکرده، قسمشون میکرده، جبار هم که دیگه فکر کنم از کلمه جبر همون زور گفتن و اینا میاد. خب اینم از این. پس اینا هم گفتیم که نباید کرد. کنکاشی در آموز و پرورش اونتاریو، آقای کاظم افشارها و راهلاشون رو میبینیم ساعت 5 بعد از رو. دوستان اگر این برنامه ها رو روی یوتیوب میبینید ولی وقتی میرید مردم تیوی نمیبینید، اشکال از ما نیست، اشکال از بیتوجهی و کمتوجهی شماست. کامپیوتر وقتی که میای روی مردم تیوی میزنی یا کلیک میکنی، هرچی ما همش میگیم میزنی، همش زد و خورد میخوایم بکنی، برای شما پیام مینویسه. حالا اونا یکم حماقت کردن، این پیام بزرگ وسط صفحه نمینویسه، به صورت یک نوار زرد، بعض وقتا به صورت یک نوار خاکستری رنگ مینویسه، بعض وقتا بالا مینویسه، بعض وقتا پایین مینویسه. به شما میگه که این وبسایتی که آمدی دیدی، حالا شما رفتی دنبال ویدیو، اینم حماقت ایناست، رفتی دنبال ویدیوی برنامه ما، اون بهت میگه که این وبسایتی که آمدی میخواد بهت ویدیو نشون بده، شما میخوای بهش اجازه بدی؟ یعنی این از اون اجازه های بی خودیه که بعضی وقتا میگیم من با اجازتون اینو برمیدارم، حالا برش رشتی و نصفه رام رفتی هنوز داری میگی. بعد شما اینو دقت نمیکنید. حالا اگه یک کمی هم کم توجه هستید، هم دقت نکردید، خسته شدید و دیگه گیوپ کردید، دیگه بریدید، فقط میشینید برنامه ها رو روی اینترنت ببینید، روی یوتیوب ببینید، اگه خواستید با من تماس میگیرید، به شرطی که اگه امروز آمدید من درستش کردم، فردا رفتید یه اتفاقی برای کامپیوترتون افتاد، به من زنگ نزد بگی آش سوربی از همون روزی بود که شما اینو برای من درست کردی، آقا کامپیوتر من خراب شد. من میگم حالا شما اون روز تا حالا با کامپیوترتون هیچ کاری نکردی؟ میگه چرا دیگه، فقط وبسایت ها رو نگاه کردم و پسرم برام ویدیو فرستاد نگاه. میگم بابا همه اینا مراکز فساد مفتدای فلعرزن، نه پسر شما، اون فیلم ها و وبسایت هایی که میبینید و اینها، و اونا شما همه رو ول کردی. من بنده خدا شیرازی رو از همه ضعیف‌تر پیدا کردی، یقه منو گرفتی. اینی که بعضی وقتا ما میترسیم کمک کنیم، آمریکایی‌ها میگن hesitate، خودداری میکنم که کمک کنم به دیگران. میگم شما اگه خریدیش نوه ورش تا برو اون فروشگاه بگو آقا من این خریدم، فقط میخوام مردم تیوی رو ببینم، این چرا نشون نمیده؟ اون پسره هم یک لبخندی میزنه، تق تق برات درست میکنه بره. ولی اگر رسیدید به جایی که قبول دارید آقا من باید به این مکانیک اطمینان کنم تا ماشینمو بدم دستش رو روغنش رو عوض کنه، و الا اگر این اطمینان نداشته باشم ممکنه انجین و موتورم هم عوض کنه. اگر اطمینان نداری تعارفم نکنید، ندید دستش. اگر اطمینان داری قشنگ بدید روغنش رو عوض کنه، بدید نمیدونم این پلاگ این الان اینا رو چیز کنه. ویندوز 10 آقای بیل گیت مایکروسافت قول داده که دیگه این ادفارایی رو که توی ویندوز 7 و ویندوز 8 و اینا ریخ، از ویندوز 7 شروع شد، ادآن و پلاگین و نمیدونم اینا، برطرف بشه و یونیورسال پلیر باشه که بتونه همه جا کار کنه. ما هم نشستیم منتظر ویندوز 10، با وجودی که به هم مجانی میدن روی کامپیوترهایی که آپریتینگ سیستم قبلی دارم نمیخوام بذارم. اینم به نصیحت آقای سعید عزیز از کالیفرنیا گوش دادم، گفت این کارو نکن چون ویندوهای شما 7 هست و اگه بذاری خیلی از پروگرامات با ویندوز 10 کار نمیکنه. ما گفتیم چش،
حالا اگه کامپیوتر جدیدی دوستان پول فرستادن و ما خریدیم ویندوز 10 بود، انشالله دیگه اونم یاد میگیریم و عمل میکنیم. خب بله، گفتگوی مهناز افشار پس از شق القمر، ایشون خواسته بزاد رفته اروپا خارج هر جا زایده و اومده، وای به تلویزیون، وای به مردمی که گویندش وایس تو فرودگاه بره این خانم رو ببینه، خیلی خوش آمدید، براش کادو خریدن بردن. اصلا شما کجای دنیا میبینی یه خبرنگار یه برنامه کادو بخره ببره برای زاییدن بچه یک؟ اصلا ما برای که دروغ میگیم، برای که تظاهر میکنیم. در هر صورت ایشون هم میگه بله رفته بودم زاییده بودم، بعد همچین من گیج شدم، یه بار میگه رفتم زاییدم، یه بار میگن خب امیدواریم به زودی در عروسی شرکت کنیم. میگم عروسیش دیگه خیلی هم زود باشه، 19 سال 20 سال دیگه، یه کمی صبر کنید، اینقدر تون نری. اینم از بدبختی این که ما حتی بچه‌هامون هم میخوایم کشورهای دیگه دنیا اومده باشن که به اصطلاح هنوز اون بدبختی عقب افتادگی این که ما فکر میکنیم وست همیشه از ما بهتر و جلوتر بوده رو تو مغزمون داریم. و اما امروز روی فیسبوک گذاشتم، توی خبرها آمده بود که بعد از کشور انگلستان فرانسه هم هشدار سفر به ایران را لغو کرد. میدونید که وزارت خارجه هر کشوری توی لیستش چند تا کشور رو میذاره، مثلا آمریکا الان مینویسه عراق نرید، افغانستان نرید، اینا هشداره. بعد اسرائیل چیز رو، کوبا رو شما میگه اگه برید من اصلا یه کار خلاف کردید بیاد اینجا محاکمه میشید. البته الان اینو که میگم ممکنه به خاطر اینکه سفارتشون رو باز کردن و روابط خوب شده و اینها شاید عوض شده باشه. در هر صورت فرانسه هم هشداری رو که به شهرونداش داده بود که به ایران سفر نکنید اون رو لغو کرده. و اما دیشب مهمترین موضوعی که در آمریکا بود دو چیز بود. یکی این که 10 تا از نامزدهای ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه آمریکا که مهمترینش دونالد ترامپ بود با هم مناظره کردند، که خیلیایی هم که باز حالا به خاطر این رکگویای دونالد ترامپ گفتنم بابا اقلا این حرف دل ما رو میزنه، توی اون برنامه ازش زده شدن، گفت این برنامه به ضررش شده، چون این آقا مثلا میگه اینجوری اینجوری، ولی خودش 4-5 بار تا حالا ورشکستگی به تقصیر داشته، ولی سوء استفاده، اصلا خودش کلمه تیک ادوانتیج رو استفاده کرد، گفت من از قانون سوء استفاده کردم و قانون میگه حالا برید هر کاری میخواین انجام بدید. در صورت یه آدم پر رو بازاری، حالا بازاری هم توهین بهشون نشه، خیلی بی تربیت اینجوریه. و دیگه حالا شما خودتون اگر میتونید رأی بدید انتخاب کنید. من الان سالهاست که دیگه تصمیم گرفتم رأی ندم، چون رأی دادن در ایران معنی و مفهوم نداره، رأی دادن در آمریکا دیگه معنی و مفهوم نداره. خود این آقای چیز به دونالد ترامپ پرید که این آقا تا دیروز به اصطلاح افراد سیاسی رو می‌خرید، حالا دیگه خسته شده خودش میخواد بیاد جلو. دونالد ترامپ هم خیلی لاتوار گفت بله یکی از اونایی هم که می‌خریدم پول می‌دادم همین آقای بود، حالا اسمش یادم رفته، همین و باباش و اینا دکتر هم هستن، دو تاشون حداقل دکتر بودن، بیشتر اینا وکیل هستن، بیشترشون استاندار یا فرماندار بودن. نمیدونم این ماجرای ریاست جمهوری چیه، مثلا آقای کارسون که عینکش هم برداشت بود که یکم جوان‌تر لوک کنه، جراح مغز و اعصاب و اینهاست، ولی آمده حالا میخواد رئیس جمهور بشه و این نشون میداد که تحت تاثیر اون جو قرار گرفته و نمیتونست درست صحبت کنه، به قول معروف تته پاتا میکرد. به یکی از دوستان تو برنامه ویدیو گذاشته بود روی فیسبوکش، گفتم شما خیلی راحت جلو ویدیو صحبت میکنی، گفت من تو ایران برای کارگرا و اینها به خاطر مسائل ایمنی و سیفتی و اینها صحبت میکردم و برای من مهم نیست که چند تا چشم نگام کنن یا چند تا دوربین به اصطلاح نگام کنن. گفتم حالا که شما اینقدر ذوق داری و ویدیوهای قشنگی درست میکنی، 2-3 تا نکته هست که عوض شده. شما میدونید این فیلم برداری و عکاسی و اینها طی سالهایی که گذشته عوض شده. الان ما ببینیم بیشتر اینایی که میخوان ویدیو ضبط کنن لپتاپشون رو میذارن رو همین میزی که کار میکنن، اینجوری نگاهی پایین میکنن صحبت میکنن، بعدم نگاهی صفحه میکنن، نگاهی سوراخ دوربین نمیکنن، شما میبینی چشمشون، فکر میکنی شما اینجا هستی، در صورتی که شما باید تو دوربین، تو سوراخ دوربینه نگاه کنی، شما اونجا هستی، حالا اونجا هم نیستی،
درس بهشون گفتم که نگاه کنید شما، این مثلا این دختر خانمه قشنگ آمده توضیح میده، میگه بابا جون چند تا کتاب بذارید زیر لپتاپتون، لپتاپتون رو بیارید بالا، نور رو نمیخواتم والا چراغ مراغ بخرید، برید جلو پنجره بشینید، صندلی بذارید، لپتاپ رو بذارید روش، صندلی هم بذارید پشتش، نور طبیعی بشینید ربع ساعت 10 دقیقه فیلم پر کنید. ایشون هم تشکر کرد، امیدواریم که ویدیوهاشون رو توی تلویزیون مردم هم پخش کنن. پس مناظره نامزدهای رئیس جمهوری آمریکا رو اگه ندیدید برید ببینید، به نظر من جالبه. یه مقداری بیشتر ما شرایط انتخابات آمریکا میاد دستمون که چجوری اینجا پول رأی میخره و پول کاخ سفید رو میخره یا حداقل اجاره میکنه برای 4 سال یا 8 سال. و اما مهمترین خبر دیگه ای که بود و اتفاق افتاد، اتفاق که یعنی نه دیگه از قبل میدونست، آقای جان استوارت بعد از 16 سال یعنی از سال 1999 تا دیشب برنامه دیلی شو رو داشت و این کسی بود که آمده بود یه انقلابی، یه تغییر مهمی توی دیلی شو درست که دیلی نایت دیلی نایت که نمیشه روزانه شبانه، چون آخه بعدش هم نایتی دارن، نایتی شو، و اون رو از یک برنامه شو و به اصطلاح طنز و اینها تبدیل کرد به یک طنز سیاسی. و ما هممون میدونیم که همه طنزها مخصوصا طنزهای خوب موقعی که یک مطلب به اصطلاح حقیقت رو حقیقی و یک درد اجتماعی رو توش بازگو کنن، و این با اون قدرت هنرمندی که داشت این کار رو انجام داد. حالا به اون دوستم که من رو نصیحت کرد و گفت اینجوری، من پیشنهاد میکنم شما همینجوری که برنامه های خوب تلویزیون های آمریکا، کانادا، اروپا رو میبینید، برنامه افرادی رو هم که دوست ندارید برید ببینید. مثلا هاوارد استرن شما وقتی میخواید به برنامهش گوش بدی، حقیقتا 3 هفته تمام دندوناتو به هم فشار میدی، با اکراه شروع میکنی، بعد که بهش گوش میدی میبینی بابا این داره حرف جامعه رو میزنه و اون وقت عاشقش میشی، دوستش داری. ولی با همه اینها تلویزیونی خوبه، تلویزیونی قشنگه که سوربی داخلش باشه، یه نفر آدم فرهیختم داخلش باشه، یه دونه آقای مذهبی هم داخلش باشه. شما الان نگاه کنید آقای فولادمند میاد صحبت میکنه، چقدر اون قشنگ میگه من نمیدونم این خدا دیوونه بوده ما رو درست میکنه میسازه، بعد میگه من بد آفریدم، حالا چون بد کردی من میکشمه، وقتی هم میکشمه دست از سرت بر نمیدارم، دوباره زندت میکنم، دوباره آتیشت میزنم، دوباره میندازمت پایین، دوباره میارمت بالا. آقا ولش کن، دیوانه های روانی همچین کاری رو نمی کنن. در هر صورت بذار تا یادم نرفته بهتون بگم، اون روز گفتم که این کراوات ها رو دوست عزیزمون که از فلوریدا اومده بودن به من هدیه دادن، ممنونم. یکیشو جمعه پوشیده بودم، یکیشم حالا پوشیدم، ولی این گل هاشو از بس به اصطلاح سیستم تلویزیون های ایرانی خیلی خوب نیست، شما نمیتونید ببینید، خیلی گل های ریز و قشنگی داره و خیلی شیک شکیل. این آقای جان استوار همیشه اینجوری میکنه با کراواتش. شنیدم رفته یه مزرعه خریده، فکر کنم بره یه مدت ولی نتونه طاقت بیاره و بازم برگرده بیاد اینجا. این هم از این ماجرا. ببینیم که دوستمون چی میگه. میگه مرسی که از من نیمه همشهری هم یاد کردی. نه دیگه، شما همشهری هستی، من به عنوان یه شیرازی شما رو به عنوان شیرازی بودن قبول دارم. شما دیدی مثلا بابا تو ارتش کار میکنه، شما از شیراز بلند میشی میری مثلا کازرون، اونجا شما نم بابات میره، اونجا مادرت حامله بوده و زایده، بعد که میاد شما درست کازرون دنیا اومدی ولی شیرازی هستی. یعنی این ماجرای کجایی هستیم و کجا بزرگ شدیم و اینا رو باید یک کمی بریزیم بیرون. من مال شیرازم، اون مال تهرونه، من مال ایرانم، اون مال نمیدونم آزم ترکیه هست، اینا رو بریزیم بیرون. اصلا شما میگن عکسی که از اون بالا این ماهواره ها میگیرن از کره زمین، نه خطی توشه، نه مرزی توشه، نه کشورها رو اسم روش نوشتن، اینا همش از شروع دیکتاتوری درست شده. و الا شما باید یه دفترچه داشته باشی، پاسپورت داشته باشی، از این ور خط میری اون ور خط. حالا اون موقعی نداشتن چی میشه؟ اینم از این دستان ممنونم و با امید دیدار شما
و به امید این که باز هم اگر اشکالاتی دیدی به من بگی. یکی از دوستان که با کامپیوترش اشکال پیدا کرده بود و از دیروز تا حالا هی میگفت که آقا فریز شده، ما میگفتیم بابا خاموش کن، میگفت خاموش نمیشه، میگفتیم اینجوریش کن، میگفت خاموش میشه، روشن میشه، باز فریز و اینها. دوستان یه مقداری روزا یاد بگیرید این کارهای کامپیوتر و اینها رو روی یوتیوب، باور کنید من میشینم نگاه میکنم اینها رو یاد میگیرم، بچه 11 سالشه 12 سالشه اصلا حرفی که میزنه آدم خندش میگیره، مثل بچه داداشمو صحبت میکنه بعد میگه هی 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 باوش نمیدونم من این کامپیوتر امروز خریدم میخواستم به شما نشون بدم، اینجوری از اینها یاد بگیرید. من هیچ عبایی، بعضیا میگن من هیچ عبایی ندارم از کمک کردن، من هیچ عبایی ندارم که به دیگران کمک کنم، ولی خودتون پیش خودتون، پیش وجدان خودتون بپرسید که اگر من قرار بود ساعتی 40 دلار، ساعتی 30 دلار به سربی میدادم، آیا باز اینجوری به ایش زنگ میزدم بگم درستش کن؟ پس میرفتم اول تا اونجایی که خودم امکان داره میخوندم، مجانی ها رو امتحان میکردم بعد اونجا. و تا زمانی که شما تا یه اشکالی پیش میاد به من زنگ بزنیم من برات درستش کنم، هیچ یاد نمیگیرم. آخرین نصیحت من به این دوستم این بود، گفتم ببین میدونی که توی دستور زبان ما ایرانی ها به کامپیوتر و به ماشین و اینها نمیگیم مرد زن، ما حتی به خدا نمیگیم مرد زنه، میگیم اون یه چیزی که ما نمیدونیم چیه، ولی میدونید آمریکایی‌ها مثلا میگن خدا مرده، ماشین زنه، کامپیوتر زنه، بعد برای خودشون هم دلیلایی دارن، خیلی هم با شوخی میگن مثلا کامپیوتر زنه چون اینقدر کار انجام میده مرتب اینجوریه، بعد یکی دیگه میگه کامپیوتر زنه چون هر وقت دلش نخواد روشن نمیشه فلان اینا بمانه. به ایشون گفتم ببین کامپیوتر مثل یک بانویی هست که شما باید خیلی باهاش مهربون، خیلی باهاش صبور باشی، اگه این کارا رو انجام بدی اونم حرفایی که میزنه شما دقت کنی بخونی گوش بدی انجام بدی، اون وقت میبینی که happy wife happy life، یعنی زنت که ازت راضی باشه زندگیت خوب و خوش میشه. ایشونم بعد گفت آقا درست شد. گفتم آها بهش گوش دادی؟ گفت آره. داشت به من میگو این تاریخ تو باید من. گفتم آره کامپیوتر نو خریدی آمدی خونه کامپیوتر را این سعید میگه، میگه plug and play، یعنی بزن داخلشو به اصطلاح بازی کن باهاش کار کن، ولی میگه حقیقتش اینه که باید بگیم پلاگ یعنی بزن به برق و به اینترنت و پری، هی بگو خدایا درست کار کن. ما وقتی که اینو سیستمو داریم طرف نوشته که اسم چیه میخوای حالا بگی یا بعدن، میگیم بعدن، تلفنت چیه میگیم بعدن، همه رو میگیم کامپیوتر کار میکنه، ولی دوباره پس فردا که میخوای روشنش کنی دوباره میگه اسمتو من نگفتی یا اسم چیه بعدن، هی اینجوری میکنه. یه بار یه نیم ساعتی وقت بذارید اینا رو تکمیل کنید که ای مورد شور این کامپیوترها رو ببره. اون وقتا واقعا با وجودی که پلاگ اند پری نبود ساعتتو میزدی که من واشنگتنم، اسمتو میزدی، ایمیلتو اگه میخوای پسورد بذاری، من میگم نه آقا من پسورد نمیخوام، هر کسی اومد این کامپیوتر رو دزدید برد بذارش استفاده کنه اقلا، منم میرم یه نوش میخرم. پسورد چیه؟ پسورد میذاریم وقت خودمون یادمون میره پسورد چیه، با بریم 50 دلار بدیم بازش کنن. اگر کسی میتونه 50 دلار بگیره بازش کنه، اونی هم که دزده میتونه ببره بده بازش کنن بمانه. در صورت این دوستمون مشکلش حل شده و امیدواریم که بتونه به اصطلاح از کامپیوترش استفاده کنه، استفاده های خوب. و اما آقای نصر احمدی که گفته بود آموزش و پرورش هیچ کاری نمی کند، من در برنامه آینده از ایشون سوال می کنم که منظورشون از این چی بود. متاسفانه من حتی دیروز به ایشون زنگ زدم و حتی وقتی من زنگ می زنم که من میخوام با ایشون صحبت کنم، ایشون تا سلام اول پرسی میکنه گوشی و میکروفون از دست شما میگیره میره دیگه، شما همجون میشینی. میگم آقا جون شما که روز چهارشنبه به بینندگان برنامه من میگی آقا بهمن رو بیار رو خط، اولا من که باید از قبل گفته باشی شماره تلفنش آماده کنم، بعد سیستم من اینجوری نیست که 10 تا تلفن بتونم 10 نفر رو بیارم، امکانات من رو ببینید چیه. بعد تازه آقا بهمن داره رانندگی میکنه تو کالیفرنیا، من بهش زنگ بزنم آقا این وبسایت چی، اونم بره بزنه تصادف کنه بکشه. خب این کارو بهش بگو آقا زنگ بزن به سوربی مسیج بذار یا یه ایمیل بزن به سوربی اینو انجام بده. شما که میای بدونی که دانش داشته باشی، بدونی که وبسایت چیه،
بهش گفتم آقا شما هی میگید وبسایتم راه افتاده، وبسایت شما راه نیفتاده، شما رفتید روی تیک تابلو یا یه بنر نوشتید مغازه قصابی. شما نمیتونی به مردم بگی قصابی ما باز شده، نه گوشتی هست نه فروشگاهی داری، این فقط اسم وبسایت. بعد حالا باید یه جایی رو اجاره کنی، بعد باید بری از یه قصاب خونه سلاخ خونه گوشت بخری بیاری، همین جوری نیست. خب شما که دکتر مملکت من هستی، ای وای بر ما، اینجوری حرف میزنی و نمیذاری اون طرفی که داره با شما مصاحبه میکنه یک کلمه صحبت کنه، چه آقای مینوی چه من. خب به چه نتیجه میرسیم؟ بیشتر دوستانم هم میگن آقا همه حرفا رو هی تکرار میکنه، تکرار مکررم. حالا با همه اینا که گفتیم، اگر کسی مایل هست که برنامه آقای دکتر نصر احمدی ادامه پیدا کنه، یا با خود ایشون تماس بگیرید یا با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ایشون هست 818، این ایریا کد کالیفرنیا است. اون دوستمون روز توضیح داده بود که این مال کدام منطقه است، برای ما مهم نیست، ما از اینجا 818 رو میگیریم. حالا اونجا شما 310 هست که دارید، برای ما مهم نیست. اینجا ما 703 داریم، 571 داریم، 301 داریم، مال مریلند 240 داریم. در اصل پیش شماره هست 818. اگر از خارج از آمریکا هستین، شما باید ببینید چه شماره رو بگیرید تا بیان آمریکا. بعد 818، بعدش 201 57، سال انقلاب ایران 79، سال انقلاب ایران به انگلیسی. خب باهاش تماس بگیرید، بگید آقا من میخوام برنامه شما رو 10 برنامه حمایت کنم، یا من میخوام اینقدر مبلغ به شما بدم شما برید تو هر تلویزیونی رادیویی که میخوای برنامه داشته باشی. چون این روز ایشون دیدم تو یکی از برنامه‌هاش داشت میگفت که من الان این صداهای محدود هستن و اگر بتونم به دنیا و به ایران و اینها برم، حرفایی که میزنم واویلا خواهد بود. البته ایشون باز خبر نداره که الان این ستلایت و ماهواره دیگه طرفدار نداره. آقای احمدی، در ایران مردم به شوخی هم حتی میگن آقا الانبی رو بچرخون ترکیه رو بگیریم، پروپاچه های لختی و سفید و خوشگل و جواهر و اینها. الان این دوستم امشب زنگ میزنه میگه آقا نگو، شما که اینقدر صدات خوبه اینو نگو. چشم، فیلم های فارسیوان، فیلم های دیگر رو نگاه میکنن، دیگه خسته شدن از اینکه آقای مهیبودی بیاد بگه اگه احمدی نژاد بشه رئیس جمهور من دیگه تو برنامه نمیام، فردای همون روز بیاد بگه هیچی هم نگه. دیگه خسته شدن از بس آقای حقا آمد گفت آقا من 30 مهر میام، خسته شدن از بس آقای روحانی گفت من اول مهر میام، نمیدونم آقای فولادمند گفت با کشتی میبرمتون، اون یکی گفت با قطار میام. حالا شما تازه آمدی چیز اینه که به اصطلاح تلاش کوچه شد اینه که تازه بری رو ماهواره. ببخشین این حرفو میزنم، اونایی که قبل از شما رفتن رو ماهواره چه گلی به سر خودشون زدن، چه کار کردن که شما میخوای انجام بدی. نه، موفق باشید. در صورت با ایشون تماس بگیرید 818 201 57 79، یا با ما تماس بگیرید بگید که من این مبلغ رو برای برنامه ایشون میدم، مثلا به شرطی که فقط در این تلویزیون برنامه داشته باشن. این هم از این. و بله، آقای پرویز نظامی نوشتن که مهندس پرویز نظامی با نهایت مسرت تأسیس و افتتاح تلویزیون 24 ساعته فرهنگ ایران زمین را به استحضار دوستان و علاقمندان میرساند. خب ببینید، ما باز برای اینکه نشون بدیم آقا ما حسود نیستیم، ما بخیل نیستیم، ما نمیترسیم از دیگران. من فیلمی رو که ایشون چند روز پیش از هر دری سخنی گذاشته، این رو براتون بعد از برنامه میذارم رو فیسبوک. ضمناً این فیلم 20 دقیقه‌ای مهرنگیز کار رو هم که در اون میگه که همین الان اگر خانم طاهره قرة‌العین بیاد، آقایون بهایی، خانمای بهایی، و ایشون بخواد که نامزد بیت العد بشه، نامزد عضویت در بیت العد بشه، جواب شما به ایشون چیه؟ چه تفاوتی داره که ایشون در یه حکومتی میخواسته چادرش در بیاره، روسریش در بیاره، اونا میگفتن نه، امروز میخواد در حکومت سال شما که میگید ما عدل و عادل و فلان هستیم، برابری و مساوات، امروز میخواد بشه نماینده، بازم شما بهش میگین نه. ولی وقتی میگین نه، احتمالا شما یک عذر و دلیل و به اصطلاح چیز موجهی هم برای خودتون دارید. بذارید ببینم،
میگه که مغز من داره میخواره، این نامه رو خوندم ولی چیزی که نفهمیدم هیچ، بلکه هزار فهمیده از ذهنم رفت. این خانم آخر چگونه با بند فراهانی رابطه داشته که از او اینگونه سوء استفاده کردن؟ در کدام شهر و چگونه؟ بعد هم چرا دندان پزشکی خانم را متوقف کردن؟ یعنی بالای سرم چنار سبز شده. کاکو جون، اینو بابک هروی نوشته. من توی برنامه سالها پیش یه اره آوردم تو برنامه، گفتم از بس این دوستان زنگ میزنن دروغ میگن چیزای عجیب غریب میگن، من روزی یکی دو بار شاخ در میارم، مجبورم برای که میام جلو تلویزیون شاخامو شما نبینید شاخم رو با این کوتاه میکنم. یه اره درست حسابی هم بود. حالا ناراحت نباش بابک جون، شما هم اگه خواستی اون اره رو من دوشنبه یادم باشه میارم تو برنامه نشون میدم، شما هم شروع کن این چنارهایی که رو سرت در میاد اونها رو ببو. این نامه‌ای که آقای بابک هروی میگه من شاخ در آوردم، یه خانمی به نام ژاله یاسمین گنجه حالا نوشتن، منم گذاشتم تو برنامه امروز براتون بخونم. ایشون نوشته که اسم من ژاله جزمین گنجه هست، من یه ایرانی آمریکایی هستم، سینگل مادر، یعنی مادرایی که به اصطلاح یک زن تنها هستم، یک زن حالا یا مطلقه یا نمیدونم مثلا همسرم فوت شده اینجا نمیشتن، که یک دختر 10 ساله دارم. میخوام به وسیله فرستادن این نامه به یونایتد نیشن و ایران مینستری آف فورینر افیر، وزارت امور خارجه است یا اینها، ام اسکینگ فور، نمیخوام ازشون پول تقاضا کنم. ناراحت نباشید، شما اگه پول تقاضا کنید بهتون نمیدن، ولی سوال اینه که یکی از اشکالای ما اینه که ما نمیدونیم مثلا یونایتد نیشن با این کارا کاری نداره، یا شما توی کشوری هستید که اون کاری که انجام شده ظلم و جور و کار غیرقانونی بوده قانون با شماست، یا یه چیز به اصطلاح عرف بوده، اینجا میگن مورال، اون به اصطلاح به شما اجحاف شده. شما میبینید توی دادگاه، نگاه کنید دوستان این فیلمای دادگاه رو، برید توی من توی شهرتون توی جلسات دادگاه که هست، پابلیک هست، عمومی هست، بشینید یاد بگیرید. قاضیه میگه که من با شما احساس همدردی میکنم که این کلا سرت گذاشته، ولی من چون اینجا هستم که قانون رو بگم، طبق قانون حق با اینه، با وجودی که کلا سرت گذاشته. و به اونم میگه تو پدر سوخته هستی، ولی این دفعه شانس آوردی. یعنی همونه که آقای دونالد ترامپ میاد، میلیون ها نفر دارن نگاهش میکنن، گردنش هم اینجوری میکنه، چک پوزش هم اینجوری میکنه، میگه بله دیگه قانون اجازه داده اونا استفاده کرد، سو استفاده، تیک ادوانتج. در هر صورت اینم از این، اون نامه این خانم رو هم میخونم در قسمت بعد. یا بابک اگر تو میخوای در موردش صحبت کنی چند دقیقه دیگه زنگ بزن و صحبت کن. دوستی که از ایریا کد 631 زنگ میزنی، اگه اشتباه نکنم شما همون هستی که تکستم مینویسی. خب نازنین من، وایس میل برای چیه؟ باور کنید دیگه، فکر کنم سعیدم کم کم فکر میکنه من دارم دروغ میگم. به جد اطهرم ساعت 2:45 PM 10 minutes ago 10 دقیقه قبل این خانم یا آقا زنگ زده و ما نمیدونم چرا از پیامگیر میترسیم. دوستان زنگ میزنن میگن آقا هر وقت وقت کردی و ما زنگ بزنیم، ما میخواییم باهات صحبت کنیم. آقا خانم زنگ که میزنی موضوع رو بگو. من زنگ میزنم میگن آقا ببخشید من دارم رانندگی میکنم، یا الان نمیدونم تو استخر هستم یا الان تو حمام هستم. آقا اگه تو استخری تو حمامی تلفن جواب نده، این تلفن همراه برای امرجنسی است. یعنی حتی اگه ماشینت خراب شد، همون موقع خراب شد نباید بگی الو ماشینم خراب شده، و بزنی کنار. کنار نه، کنار بالای سر هروی در میاد، بزنی کنار، بعد زنگ بزنی بگی ماشینم کجاست. متاسفانه این روزا چون کمتر و کمتر از تلفن منزل و کار و آفیس و اینا استفاده میکنیم، این تلفن‌های همراه جای همه چیز رو گرفته و این صحبت کردن آداب معاشرت رو ما یادمون رفته. اتفاقا یه ایمیلی دارم راجع به آداب معاشرت، اگر پیام منو میشنوی دوست نازنین، پیام بذار. رو این تلفن 202 شما میتونی 3 دقیقه، رو اون تلفن 703 میتونی تا 10 دقیقه، ولی 3 دقیقه ماکسیمم، یعنی 2 دقیقه معقوله.
منقوله، 2 دقیقه معقوله، 3 دقیقه ماکزیمون. حالا بگیم شما یه موضوعی رو میخوای عنوان کنی که اصلا به هیچ وجه من الوجود تو 3 دقیقه نمی گنجه، خب دیگه ماکزیمون 5 دقیقه. شما بگو بعد من تو برنامه بعد پخش میکنم. چون من به شما گفتم ما مملکتی هستیم که آزادی نداشتیم، چون آزادی نداشتیم تو سرمون میزدن، نمیخوام بگم به تو سری عادت کردیم، حالا که اومدیم اینجا آزادیم انقدر میپریم بالا و پایین، یا سرمون میخوره به سقف باز تو سرمون میخوره، یا پامون میخوره به زمین میشکنه. یعنی اون موقع یه تو سری بهمون میزدن میرفتیم، حالا میزنیم سر خودمون رو داغون میکنیم، پای خودمون هم میشکنیم، برای که داریم از آزادی استفاده بی رویه میکنیم. این هم از این ماجرا. و اما اسم خودتون رو بزنید توی گوگل، بعد اون بالا بخونید ببینید چند هزار تا یا چند میلیون ریزالت یا نتیجه بهتون میده. من ام تی وی رو که زدم 190، یعنی مردم تی وی رو 191,000 تا دربارش آمد. اسم خودم رو که زدم 10,000 تا. آقا ما چیکار کردیم که 10,000 بار توی این بودیم؟ همونجوری که اون دوستمون سعید اون دفعه توضیح داد، گفت این خانومی که نوشته ویدیوی منو لطفاً بردارید برام دردسر شده، ایشون نمیدونه شما اگه ویدیوش هم برداری این تا 3 ماه هنوز توی گوگل میمونه و بعد هر کسی هر جایی برده باشه گذاشته باشه اونجاها میمونه و اونجاها هست. این هم از این ماجرا. اجازه بدید که من این ببینم میرود در اون قسمت فایل یا نه. بله، آقای محسن نژاد. آهان، این درباره برنامه آقای مینویی که این هفته داره پخش میشه از چهارشنبه تا حالا، گفتم از آقای امیدوارم تشکر کردم، بالاخره مثل این که یه پولی دارن برای اون سرویس میدن و یک پلیر یا یک ویدیو برادکستینگ درست حسابی دارن به بیننده هاشون میدن. ما اون روز ضبط کردیم و هر روز هم پخش میکنیم، روی یوتیوب هم هست، شما برید بزنید پرویز نظامی هم بزنید، هم پرویز مینویی ویدیوشون میبینید. توی اون آقای پرویز مینویی یک نامه ای را از یه نفر خوند، حالا چون اسم ایشون محسن هست میگو اول روز دوشنبه گفت این نامه از محسن فرجام یا فرجاد آمده، بعدن روز چهارشنبه گفت حالا من فامیلیشون رو نمیخونم. آقا اگه کسی اسمشو نوشته و ننوشته این اسم رو نگید، شما باید اسم رو بگید چون طرف خواسته که عنوان بشه. ضمناً برای این که به قول آقای احمدی، مثلا این آقا ورداشته بود نوشته بود این آقای دکتر نصر احمدی میگه من در زمان قاجار مدرسه میرفتم، دانشگاه میرفتم، در صورتی که آقای احمدی گفته بود در زمان قاجار ما دانشگاه داشتیم. این وقتی نمیفهمن، نادر نادرپور قشنگ میگه، میگه ما نفهمیدن و گوش ندادن و متوجه نشدن همه این اشکالا رو برامون درست کرده. بریم آگهی رو، یه آگهی رو ببینیم و برگردیم، بعد برنامه رو با هم دنبال میکنیم تا 3:40. مرسی که با تلویزیون مردم هستید، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. وقتی از روی یوتیوب میان ویدیوی ما رو میبینید، لینکش رو برای دوستانتون بفرستید. اگر روی فیسبوک هستید شیر کنید. من الان روی فیسبوک می‌نویسم نظر یادتون نره، طرف دوستمون میاد توی قسمت نظر می‌نویسه لایک. بابا لایک رو باید اونجا بزنی، نظر رو اونجا بنویسی، یاد بگیریم. آگهی رو می‌بینیم، برمی‌گردیم. مرسی. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0795821111. لطیف زمانی، غیر ممکن را ممکن می سازد. Thank you.
خب دوستان عزیز، باز هم سلام خدمت شما، ممنونم که هنوز هم با ما هستید و امیدوارم باشید برنامه ها رو دنبال کنید. همونجوری که بهتون گفتم ساعت 3:40 یعنی 36 دقیقه دیگه اون فیلم خانم مهرنگیز کار رو میذارم براتون که 19 دقیقه 20 دقیقه تقریبا هست و ببینید با همه تعریف هایی که میکنه از جامعه بهائیت، بعد از اینها میپرسه که چشمتون رو ببندید و فکر کنید که امروز خانم طاهره قرة‌العین آمده و میخواد بشه نامزد به اصطلاح نمایندگی در بیت العدل. این هم از این. و اما این نامه های سرگشاده برای این کمپوزیشن تگشاده همینجور ادامه دارد. حالا آقای مسعود نقره‌کار این دفعه لطف کردن نامه سرگشاده به جامعه پزشکی ایران. مسعود نقره‌کار: ما پزشکان سوگند خورده ایم که از سلامت مردم مراقبت کنیم. مردم میهنمان در معرض خطر طاعون هسته‌ای حکومت اسلامی قرار دارد. روشنگری درباره پیامدهای برنامه هسته‌ای این حکومت، به ویژه پیامدهای پزشکی ناشی از تشعشعهای رادیواکتیو، انرژی حرارتی، موج انفجار، بیماری‌های عفونی و مصری و خونی و اختلال‌های روانی و عصبی اساسی و سترگ جامعه پزشکی است. دزدی و قطع دست نوریزاد با آقا مشتبه چه کنیم؟ خب ایشون نامه نوشتن، یه مقاله نوشتن در گویا، گویا.com، برید اونجا بخونید و باسواد شوید. و اما این رو آقای محسن نژاد فرستاده بود، ممنونم از ایشون. و امروز یا فردا روز شنبه 8 آگوست 2015 بر سر آرامگاه او گرد هم می آییم تا یاد و خاطره این دلاور فرزانه را گرامی داریم. سال روز به یاد و بهانه فریدون فرخزاد. حتما آقای حقا اونجاست. اون وقتا می گفتن هر جا عاشق کچله فراشه. میبینید اینا فقط ببینن کجا مجلس ختمی هست و اینها کراوات و فکل بزنن برن اونجا وایسن یه دو ساعت صحبت کنن، احتمالاً خوراکی هم بخورن و حظی هم ببرن، حالا چه بصری چه مالی هرچی، برن دنبال کارش. به یاد بله شما لطف کنید پیام بذارید. به یاد فریدون فرخزاد، به یاد و بهانه 23 سال روز دلاور به خون خفته، سال روز درگذشت، سال روز کشتار. همینجوری نمی‌نویسید جمله ها رو دوباره بخونید. در عدد دلاور به خون خفته دکتر فریدون فرخزاد که در دل سودایی جز عشق به ایران اهورایی نداشت و زندگی شیرین خود را در راهی والا فدا نمود و جاودانه شد، روز شنبه فردا 8 آگوست 2015 بر سر آرامگاه او گرد هم می آییم تا یاد و خاطره این دلاور فرزانه را گرامی داریم. 8 8 2015، مکان بن، آدرس شنا هست. برای اطلاعات بیشتر با شماره آقای علیرضا قلی‌پور تماس بگیرید. این آقای قلی‌پور همون نیست که سر مزار آقای شاه هم وای میسه گل میذاره و چی میشوره؟ یکی از من به من بگه که اینها پول از کجا میارن که سر 37 سال نشسته اونجا سر قبر، بکنم شیرازی باشه، همینجور داره میخونه حالا شاه هم بیاد، دلدارم بیاد. در صورت گردمای ساعت 13، آغاز برنامه ساعت 14. اینم از این. روان شاد، یادش گرامی باد. ولی من بارها گفتم آقای فریدون فرخزاد اگر از اون دانش سیاسی و اجتماعیش استفاده میکرد، مثلا کسی که آلمان درس خونده بود، دکترای اقتصاد سیاسی فلان بود، در زمان شاه میمد مشکلها رو به مردم میگفت، مشکلها رو به رژیم میگفت، ممکن بود به اینجا نیفته. و الا شما بیای اونجا پولت بدن برقصی و بخونی، بعدن که از مملکت فرار میکنی وایسی مشکلها رو بگی، به چه دردی میخوری؟ شما چه پیش، چه روشن فکری هستی، چه آوانگاردی هستی؟ ولی خدا بیامرزه دیگه مردی. همین دوستمون میگفتی من هر کی بمیره میگم خدا بیامرزه. و اما نیک، سازمانی که من کاراشون رو به اصطلاح شاهدم که تأثیر گذاشته در این چند سال، از سال 2001 تا 2015 که امروز هستیم، اینها همه جوان بودند و هستند و فعالیت میکنند. الان یک بخشی رو هم اضافه کردن به نام نیاک اکشن. میگه که
به اصطلاح بیشتر فعالیت میکنن، میگه شما این ویدیو رو ببینید، با ما تماس بگیرید، بهتون بگم کجا شما هستید، نماینده اون منطقه شما به اصطلاح چه کاری رو داره درست انجام میده از نظر ما، چه کاری رو درست انجام نمیده. و اما بذارید بخونیم یک نامه ای رو از آقای تیمسار امیرحسین آریانپور به آقای خانبابا تهرانی. متاسفانه آقای اکبر اعتماد خودشان پایه‌گذار همه این دردسرهای 40 سال گذشته بودند. هنگامی که ایشان با پشتیبانی آقای هویدا در رأس سازمان انرژی اتمی قرار گرفتند، از همان روز اول فکرشان این بود که این سازمان را تبدیل به بزرگترین سازمان انرژی اتمی جهان کرده و با مقشوعی شاه او را وادار نمودند که بزرگترین نیروگاه اتمی که تا آن زمان و حتی در حال حاضر در جهان ساخته نشده برای ایران به وجود آورند. یعنی این اون ماجرایی که یادتونه هواپیمای کنکورد بود چی بود، آمد نشست هواپیما فرودگاه مهرآباد تمام شیش میشه ها رو شکن. این میمونه که من یه خونه کوچولو داشته باشم برای که بخوام جلو دوستان پوز بدم برم یه ماشین بزرگ و چیز بگیرم، وقتی میخوام بیام برم تو گاراژ در و پیکر گاراژ و ماراژ رو خراب کنم، ماشینرم خراب کنم. اول باید چیکار کنی؟ اگه میخوای با فیلبان دوستی کنی باید یه خانهی بسازی در شأن فیل. یکی از دوستان میگه اگر میخوای با فیلبان دوستی کنی یه خونهی بساز که فیل توش بره. این هم این ماجراست. شاه رو وادار کرد و ایران یعنی دو نیروگاه 1200 مگاواتی از آلمان سفارش داده و به همین نیز اکتفا نکرده و دو نیروگاه 900 مگاواتی نیز به فرانسه سفارش داده. اینی که من میگم آقا رضا پهلوی اگه یکم سواد داشته باشه بیاد اینا رو بخونه بفهمه که اینا در زمان شاه نیروگاه بوشهر من میرفتم، داداشم میرفت، دیگران رفتن. نیاد بگه ما که هم گاز داریم، همین روزا من خیلی دیزی خوردم میتونم گازهای بیشتری تولید کنم، هم آفتاب داریم هم مهتاب داریم. انگار که مثلا تو آمریکا آفتاب نیست یا کشورهای دیگه که این نیروگاه اتمی رو درست کردن آفتاب نیست، فقط ایشون با این لیسانس قلابیش که آقای نصر و دیگران براش مشقشو نوشتن و تکلیفشو نوشتن فکر میکنه که شکل قمر کرده. تا به یکی هم حرف بزنیم بگیم آقا این سواد نداره، میگه آقا سه تا زبون بلده. آقا توتی زبون بلده صحبت میکنه، پس اختیار مملکتتون رو بدین دست توتی. بله، آقای اکبر اعتماد برای راه اندازی این چهار نیروگاه در آن زمان چند نفر کارشناس با تجربه در اختیار داشتند؟ آیا نباید در مرحله یکم کارشناسان تجربه دار باشند تا در هنگامی که نیروگاه آماده بهره برداری هستند از آن افراد به جای متخصص؟ اینقدر مشکله که یعنی اشکال داره زندگیمون که هر جاش نگاه کنیم کارمون خرابه. یه دوستی دارم امروز برای من نوشته بود که آقای سوربی آیا خبر دارید که آقای قاضی سعید در برنامه سه‌شنبه 4 آگوست خود که باز پخش آن دیگر پخش نشد به حمایت از رفسنجانی دزد و جانی پرداخت و وی یا امیر کبیر نامید و خواهان حمایت از وی شد؟ گویا پولهای درشتی دارد از راه میرسد و اینجا پخش میشود. گفتم نه والا من که همه برنامه ها رو نگاه نمی کنم، ولی آقای قاضی سعید اولین بار نیست، سالها پیشم برای آقای اکبر رفسنجانی نامه نوشت، از همین نامه های سرگشاده از افراد ترگشاده که آقا بیا عمامه و عباتو بنداز کنار و شما بشو امیر کبیر ایران، که هر بیسوادی جای رفسنجانی بود میگو بابا امیر کبیرم شال و ربا و نمیدونم عبا داشت، چی داری میگی، کلاه هم داشت. در هر صورت این بار اولش نیست، روی فیسبوک گذاشتم برید ببینید، مقاله هست که در عصر امروز نوشته و ببینید چقدر چاپلوسی کرده از آقای همایون و هوشیارنژاد که ایشون نمیدونی چه شخص فرهیخته این نوشته های ما رو قاب میگیره و عکس میگیره. آقا نوشته های شما رو بری بذار در کوزه بده به مریض آبشو بخوره، فردا میمیره. چی آقای قاضی سعید نمیدونم. در هر صورت اینم از این. راز بیماری شاه در گفتگوی اختصاصی با دکتر عباس صفویان. یه دوستی برای من نوشت آقا اون روز شما از بس عجله کردی این نامه رو نخوندی درست و من ازت گله دارم. گفتم این آهنگ داریوش بود، گله دارم من از تو گله دارم، بشین بخون تا خسته بشی. چی کار کنم همتون از من گله دارین؟
خب چشم، حالا این بار برای که گله نداشته باشید من بهتون نشون میدم مجله که روزنامه پابلیش نمیدونم هفته نامه از چیه نوشته کیهان لندن، بنیانگذار دکتر مصطفی مصباح‌زاده، این آقای بیژن فرهودی با دکتر عباس صفویان راز بیماری شاه، و این قسمت مهمش اینجاست که من براتون بخونم. نوشته که گفتگوی سوم 35 سال از درگذشت محمد رضا شاه پهلوی می‌گذرد. پادشاه ایران بر اثر ابتلا به یک بیماری خونی که اولین بار در سال 1974 توسط تیمی از پزشکان از جمله پروفسور عباس صفویان، این بیماری خونی اسمش چی بوده آقای فرهودی؟ شما که میری مصاحبه می‌کنی بگو آقا اسم این بیماری خونی چی بوده. ما چند سال پیش یکی از بچه‌های فامیلمون یه مریض شد که از سرش به پایین فلج، حرف زدن اینا داشت میمرد، بعد همین داشتن میگفتن ما اصلا نمیدونیم این چیه و اینا، یه دکتری پیدا شد این رو درست کرد و اینا، این بیماری رو از اون روز به اسم این گذاشتن. اگه این بیماری حتی در زمان شاه اسم نداشته الان اسم داره. شما آقای فرهودی وظیفت هست که بپرسی این بیماری اسمش چی بود، اون دکترم بگه اون موقع اسم نداشت الان اسمش این هست، که بعد شایع نکنن که شاه ایدز داشته به خاطر اینکه با آقای علمو ارچی زاهدی خیلی این ورنو بر شبا تو کشپس کچه ها می رفته. اوکی؟ خب میگه که شاه دکترش 4 سال می دونسته که این مریضه. شما ببین چه مملکتی درست کرده بود وقتی که میگن رضا شاه کسی نمی تونست بهش دروغ بگه، شاه کسی جرأت نداشت بهش راست بگه، دکتر شهامت راست گفتن به شاه رو نداشته که این بنده خدا زودتر دوا و درمون کنه، شاید هنوزم میتونه زنده باشه. البته بمانه، اینم نوشته دوستمون که گفته بود نشون ندادی، حالا ما رو اینو نشون دادی، چی شد، چی فهمیدیم، چی کار کنیم؟ آیا حالا این دیکتاتورها درس میگیرن که آقا یه شرایطی درست کنیم؟ مثل اینا درس گرفتن میذارن دکتراشون هر مرضی دارن بهشون بگن، چپ و راست هم میبینید که معاینه میکنن و جراحی میکنن اینها. خبرنامه وبسایت آسمان دیلی نیوز اگه دوست داشتید برید ببینید، چند تا مقاله به دستم رسیده. حاکمیت سپاه پاسداران در اضلاع سگانه حکومت، قوه قضاییه، مقننه و مجریه، با هر انقلاب قبیله‌ای متولد می‌شود و وظیفه حراست از آن را دارد. حاکمیت اسلامی آبستن قبیله نظامی بود. شعار مرگ بر آمریکا حیات ایدئولوژیک حکومت اسلامی است و ابزاری برای سرکوب و مجرمیت سیاسی. حمایت از مطالبات سیاسی اجتماع مردم ایران از سوی رسانه‌های وابسته به غرب آمریکا بزرگ آسیب در جنبش مردمی است. شما به من اینو بگو، کدام یک از شما توی مهمونی میشینید صحبت میکنید مثلا میگید این اوضاع امروز در ایران بزرگ آسیبه، چی؟ بزرگ آسیب در جنبش. میگید آقا این من نمیدونم چرا اینا اینجوری حرف میزنه. خب از فردا پاتونو ول کنید، دستتونو بذارید با دست را برید، سرتونو بکنید زمین، پاتونو بکنید هوا. خیلی ها هستن این کار رو میتونن بر اثر تمرین انجام بدن، این کار رو بکن. بزرگ آسیب در جنبش مردمی است. نصب تابلوی ورود ممنوع در عرصه سیاسی و اقتصادی برای سپاه پاسداران در دهه خمینی، بررسی علت نگرانی خمینی از تنوع الگوی سیاسی یا تولد احزاب، سپاه پاسداران حزب سیاسی حاکم در اقدامات محوری حکومت، از کودتای خبرگان در سال 1367-68 تا کودتای سیاسی اقتصادی سپاه پاسداران، اقدامات محوری نیروهای نظامی سپاه پاسداران به جهت ایجاد نظامی پارلمانی در آینده، وال استریت ژورنال تعیین کننده سیاست‌های کلان در آمریکاست، کدام مکتب تعیین کننده دکترین سیاسی در حکومت اسلامی است. این یکی از دوستان فعال سیاسی ویدیو درست میکنه ولی یک صفحه فقط توضیح می‌نویسه. میگم بابا اگه می‌خواستی بنویسی دیگه نمی‌خواست ویدیو درست کنی. و اما شاهنامه فردوسی به روایت بهرام مشیری، یکی از دوستان گفت این مراسم امضای کتاب روز یکشنبه 23 آگوست 2015 در شرکت کتاب هست. گفتم خب برای من چه سودی داره؟ من به مردم بگم اینا برن اونجا کتاب بخرن، اون پول بسازه شرکت کتاب و آقای خلیلی پول بسازه، چه سودی برای من داره؟ که کاش یه نفر وقتی اینا رو میفرستاد میگه آقا 10 دلار میدم اینو 3 روز 2 روز یه بار تو برنامه پخش کن.
اهل پول دادن نیستیم، فقط مفتخوری و الاخر. فیلم جدید مایکل مور، اجازه بدید من این رو از نامه اول به دوم بخونم. سلام، این نوشته را در صفحه 10 نشریه هفته بخوانید با تشکر. یعنی اسمش فقط نشریه هفته است. مایکل مور، فیلمساز و مستندساز برنده جایزه اسکار، روز 28 جولای در نشستی درباره آخرین فیلم خود صحبت کرده که متن آن و قسمتی از ویدیو در گاردین روز 29 جولای آمده است. این فیلم قرار است در ماه سپتامبر در تورنتو به نمایش در بیاید. ساخت فیلم با نام محل و مقصد بعدی تجاوز کجاست؟ Where to invade next؟ این invade کردن یعنی مثل تسخیر کردن میمونه. مثلا آمریکا رفت عراق رو invade کرد، رفت اونجا رو گرفت. ولی من برای این دوستمون نوشتم خب اگه ترجمه میکنیم باید بگیم کجا رو باید بریم تسخیر کنیم، یا شما نوشتید محل و مقصد بعدی تجاوز کجاست. ایشون توضیحی که داد قابل قبوله، ولی از لحاظ مترجمی قابل قبول نیست. من هم میدونم که اگر یک دولتی بره یه جایی رو تسخیر کنه، تجاوز، دزدی، اینها باهاش هست، ولی وقتی وظیفه مترجمی رو به عهده میگیریم باید این کلمه رو چیز کنیم، ترجمه کنیم. ولی بعد برای من پاسخ دادن که آقا اینا این میگه اون که تجاوز میکنه طرفو بعد ول میکنه و فرار میکنه میره. همیشه هم از اونی که تجاوز شده میترسه که نشناستش رو به پلیس معرفیش نکنه. اینا به غیر از این که میرن تسخیر میکنن، تجاوز میکنن، اونجا وای میسن، بچهای خودشون رو اونجا درست میکنن و میذارن و نسل رو اصلا عوض میکنن، ولکن اون مملکت و اون ملت نیستن. کاملا درست میگید. ولی من هنوز هم سر کلمه invade ترجمه با تسخیر کردن با تجاوز به اصطلاح فرق کنه. از سال 2009 شروع شده است و عقیده این فیلمساز دولت آمریکا یک جنگ بی انتها را نگه داشته و آن را ادامه می دهد. او در یک ویدیوی چند دقیقه‌ای به چند سوال پاسخ داد. خب آقای مایکل مور که اهل دیترویت و شکست شهر، شما به این آقای مایکل مور بگو با این پولت شما برای این شهر دیترویت چه کار کردی؟ پولی که از کجا به دست آوردی؟ از این پدر سوخت بازی و اسلحه فروختن و تجاوز و تصویر و همین این کش اینا باعث شد شما بتونی صحبت کنی. این صحبت کردن شما، فیلم ساختن شما، شما رو میلیونر کرد. حالا که میلیونر شدی، آیا این میلیون ها رو با اون هیکلت، با اون قیافت که از من برتر، نه یه کچلوار درست داری، نه یه کفش درست داری، نه یه کلاه درست داری، ریشمیش هم که نمیزنی و خرجی نداری، چه کار کردی برای این جامعه؟ بله فیلم های قشنگی میسازی، ما هم که میایم مثل همین نامه های سرگشاده وقتی میخونیم خوشحال میشیم، حرف دل ما رو زده آقای نقره‌کار، آقای نمیدونم اون یک هرک. ولی بعدش چی؟ آخر ماجرا اینه که من 14 دلار، 13 دلار، 10 دلار دادم فیلم شما رو دیدم، فیلم شما یه مقدارش خرج بوده و سود بوده، باقیش آمده تو جیب شما. شما چه کار کردی برای این جامعه ای که خودت فیلم میسازی میگی بدبختم؟ هیچ. یعنی این جامعه بیچاره و بدبخت، اونیش که نمیفهمه دارن پولش اونجوری میبرن با اسلحه و اینا، اونیش هم که فکر میکنه میفهمه در دام شما اسیر شده. آقای مایکل مور عزیز، اگر این دوست عزیزمون خانم شایسته الهامی از مونتریال مایل هستند در این مورد صحبت کنند، من خوشحال میشم. ایشون نوشتن در اون آخر، پاراگراف آخر، به نظر میرسد این فیلم مایکل مور همان اندازه موفق خواهد شد که فیلم مستند فارنهایت 9/11 که در رابطه با انتقاد از دولت جورج بوش بود برای شروع جنگ با ترور حکایت از آن داشت که حکومت‌های دیکتاتوری در دنیا به وسیله آمریکا حمایت می‌شوند، سود رساندن به آمریکا. فیلم فارنهایت 9/11 برنده جایزه نخل طلایی شد و بالاترین درآمد یک فیلم مستند را در آن زمان داشت که حدود 120 میلیون دلار برآورده شده است. سوال من همچنان باقی است. و اما بله، این دوستمون نوشته که یه مقاله ایشون برای من نوشت که اگه میشه این رو تو برنامه بگو. همین دوستمون که اینجا مهمون بودن و الان رفتن شهر و دیار خودشون و امروز هم به من گفتن میرن کنار دریا،
نوشتن گفتن اینو بگو. گفتم ببین من انگلیسی رو اگه بخوام بخونم اولا خیلی طول میکشه، ترجمهش بخوام بکنم من به عنوان یه مترجم کار خوبی رو نمیتونم به اصطلاح تقدیم کنم به بیننده ها و اینها، شما که دکتری پروفسوری اینو ترجمه کن برای من بفرست. بعدن که برای من فرستادن بعد به من بهشون گفتم که شما اینو خودت ترجمه کن، خودتم تو برنامه بیا بگو تو تلفن اینها مثل اون روز که زنگ زدی مردم بشنون. بعد ایشون برای من نوشته بود که نه من فارسیم اونجوری نیست بتونم اینو ترجمه کنم اینها، در حقیقت فرار از کار کردن. همه ما دلمون میخواد یه کارای انجام بدیم. آقای پرویز نظامی یه حرف قشنگی میزنه، میگه اونایی که حسن نیت دارن و اینها بالاخره اون کاری رو که از دستشون برمیاد و فکر میکنن خوبه انجام میدن، اونهایی که نمیخوان کار کنن نق میزنن بهانه میارن. در صورت این دوستان هم همینه، آقا این کارو برای من انجام بده، آقا این کارو برای تو انجام بده، اون کارو برای اون انجام بده، این کارو برای اون انجام بده، من دیگه نفس کشیدنم یادم میره. دیوید نوشته که آقای جان کری که خودش یک کلیمیه، برادر اون یک کلیمی ارتودکس هست که با اون کلاهای احمقانه آقای ظریف رو 12 سال پیش در یک شام، یعنی در یک مهمانی شام که به وسیله این آقای سوروس، اسمش میدونی از این ور بخونی از این ور بخونی دوتاش میشه سوروس، آقای سوروس جورج سوروس بود، ان ایتیست و نشته ان ایتیست جو، یعنی یک آدمی که میگه من خدا رو نمیشناسم و ندارم ولی کلیمیه، ات منهتن پنت هاوس، میدونی تا میگن منهتن و پنت هاوس یعنی خیلی گرونه، بله ونسا برافورد کری جان کری یانگر دادر فلان اینها، من خب اینو متوجه نمیشم. خب خیلی مهمونی ها هست خیلی میرن که چی حالا not a big deal by the way بابو or بابو in پنجابی هندی or پاکستان means sir or آقا in فارسی. این عکس رو دیوید جان من در برنامه قبلی هم نشون دادم، ما دو تا فلسفه میتونیم داشته باشیم، یا اینکه این یه چیز معمولی و نرمالیه در آمریکا، بچه این با اون دوست بوده بعد گفته آقا بابا راستی میدونی کی تو کلاس منه، کی دختر مثلا ظریف یا پسر ظریف فلان ظریف، اونم میگه مثلا جان کری فلان، یا اینکه ما بیان بریم دنبال اون فلسفه دستیسته. بله این آخوندا اینقدر باهوشن، اولا ظریف رو به باباش گفتن درست کن، ما اینو لازم داریم بشه وزیر خارجه. بعد وقتی ظریف درس خوند و رفت آمریکا و شاگرد خوبی بود و موفق بود و تمام اینها شاگردای A بودن، نمره هاشون همه خوب، اون موقعی که شماها رفتید دیسکو و رفتید دنبال ماشین و دنبال دختر و دنبال گرین کارت، اینا سرشون تو کتاب بود درس خوندن بعد با آخوندا برگشتن. آخوندا که نمیتونن مملکت رو نگه دارن، اینا هستن که نگه میدارن. سازگارا، قطب‌زاده، آقای طباطبایی، همین این آقای ظریف، هزار تاش هست، خود من میشناسم طرف رفته آمده وزیر بوده معاون وزیر شده بعدم دیده آقا اونجا نمیشه زندگی کنی ولی اونجا پولش ساخته آمده اینجا. کدوم فلسفه رو شما دیوید جان قبول داری؟ که اینا همینجوری تصادفاً چون آمریکای محیط نسبتاً آزادیه اینجوری شده، یا اینکه اون فلسفه دسیسه که این جوده اسمش کاهن بوده، کاهن بوده عوض کرده گذاشته کری، زنش هم که اون شرکت هاینز اینا رو داره کچاب و اینا، اینجوری با هم توطئه کردن اینجوری شده اونجوری شده. شما اگه این قبول داشته باشی که اصلا باید ببندیم بریم، یعنی من و شما بیکاره هستیم هیچ کاره هستیم، اولا بذار آقا تو بیا تو کلاس ما بگیم بابا همینجوری تصادفی شد. من یه روز رفتم کالیفرنیا به دوستم که شریکم بود قبلا، بهش گفتم بچه‌هات کجا هستن، گفت میان الان رفتن مهمونی یه برده، و گفت میدونی برده کیه، گفتم نه، یه اسمی هنرپیشه رو آورد پرینس آف فلان بود، کی بود این هنرپیشه، سام ویلیام یه همچیز عکس نقش محمد علی کلیل هم بازی کرد، گفت بچه‌ها با بچه این هم کلاس هم. حالا اگر فردا این یه کاری بشه اون یه کاری بشه، آیا من و شما باز میخوایم دستیسه ببندیم که این توافق ایران و پنج به علاوه یک و اینها همش به خاطر بچه ظریف بوده و بچه کری؟ نکنید این کارو، تو رو خدای کم به ما اذیت نکن. خب نوشته مایکل مون رو خوندیم. سفر کردم به هر شهری دویدم، چو شهر عشق شهری ندیدم، به غیر از عشق آواز دهل بود، هر آوازی
که در عالم شنیدم. میدونید دهل این گوش آدم رو درد میاره. این شعر رو مثل مولانا گفته: دکتر عباس حالت چطوره؟ یه مدتی پیدات نبود، آمدیم ما فلوریدا، آمدیم اون شهر یونانیا، ولی سعادت نداشتیم که همدیگر رو ببینیم. و اما آقای علی شیرازی، حاضری عزیزم؟ یه عکسی برای من آقای علی شیرازی فرستاده، نوشته چه بودیم چه شدیم. آقا خانم با خودتون تعارف نکنید. شما میخوام بگین من مأمور جمهوری اسلامی هستم، بگو. ولی وقتی رفتی صد بار گفتی، بعد از خودت وجدانن سوال کن. شمایی که میای مینیسی چی بودیم چی شدیم، زیرش هم مینیسی از ما که بر ماست، این ارتشیا و نیرو هوایی های خوشگل خوشتیپ مرتب کراوات مقام رو سینه شون، نمیدونم زنگوله به هر جاشون که بگی وستن، با این آشغال کله هایی که این پایین نشون میدی که این هیکلش از من چاقتر، این ریشش از من زشتر، این یکی از من کوتاه‌تر. اوکی، من مقایسه میکنم، بله اینا خیلی خوشگل، اینا خیلی زشت، بذارید اصلا بهتون همینجور نشون بده. وقتی که فوش دادیم و عقده هامون خالی شد، بعد من به خودم میگم wait a minute، هی صبر کن سوربی، این ارتشیای ما دو سه بار تو ایران باید کار ارتشی بودن رو انجام میدادن. یکی زمان رضا شاه بوده، یکی زمان انقلاب بوده، یه بار دیگه هم بوده که نکردن، همه یا فرار کردن. طرف معروفه، میگن آقا لباساشون رو در می آوردن تو خیابون مینداختن میرفتن، که بعد رضا شاه مثلا اون بالا بالاشو میگیره کشیده میزنه و فلان اینا. آقا با کشیده زدن مگه کسی آدم میشه؟ اگه اینجوری بود به ما معلم ها درس نمیدادن، پول نمیدادن که به بچه ها رو درس بدیم، به همون چوب میدادن، میگفتن وایس بچه رو از صبح تا شب بزن. البته همون بوده که گفتن چوب معلم گله، هر کی نخورده خله، هر کی چوب خورد خله، هر کی مثل آدم مشقش انجام داد درسش انجام داد کجاش خله. در هر صورت باز میام این عکسو نگاه میکنیم، از خودم میپرسیدم آقا اینا شیک قشنگ خوب، اینا کوفتی، همه مرضی هم دارن، ولی 8 سال رفتن جنگیدن، یه متر مربع ایران از دست ندادن. آیا شما حاضری من یه ماشینه روز روز قشنگ خوشگل خوب بهت بدم پارکش کنی تو خونت توی حیات خونت، هر کیم میاد حسرت بخوره آقا رفتم خونه فلانی عجب روز روزی بود، ولی خودت بدونی این روز روزه قلابیه، نه ماشین تو، نه موتور توشه، نه گیرباکس داره، نه چیز، و شما نمیتونید سوار این بشید از نقطه A برید نقطه B. آقا این ارتش این بود، حالا اینا بگو پیکانن، اینا بگو گاریان، ولی سوارشون شد ملت، رسیدن به هدفشون. اینا آقا رویز رویز بودن، انجین نبود، همشون بچه هاشون باید آمریکا دنیا اومده باشه، بچه هاشون باید اونجا باشه، چشمن چشی همشون رفته بودن، خونه باید میخریدن نمیدونم جنوب فرانسه، حالا حتی اگه یه اتاق زشت کهنه آشغالی هم بود، ولی میمد ایران، میمد ایران چیکار میکرد؟ فیس افاده که ما خونه داریم جنوب فرانسه، تابستون داریم میریم، ما همون موقع میریم که اعلیحضرت تشریف میبرن. حالا شما من بگو بنویسید کدومتون دوست دارید یه رویز رویز این و یه بوگاتی اون و ولی موتور نداشته باشه؟ حقیقتا همینا با موتورش هم جایی نمیتونید برید، یا اینکه آقا یه پیکانی یه جیانی یه هیلمنی یه فولکسی داشته باشی ولی بتونه شما رو ببره و بیاره، بچه تو ببره مدرسه، خانم تو ببره فروشگاه. این دوستمون پیام گذاشته، بذارید من ببینم پیامش قابل پخشه یا خصوصیه. آها این دوستمون همون حمید خودمون که سالهای سال زنگ میزدید و تماس میگرفتید، کجا رفته بودی آقا؟ بفرمایید. جناب دکتر بی سلام، من حمید هستم، از نیویورک زنگ میزنم در مورد خانم میزنگیز کار که ایشون شاید علاقه داشته باشن بیان به عضویت جمعیت بهایی ها. من بهایی نیستم ولی تا اونجا که اطلاع دارم
هر کسی نمیتونه با میل و اختیار خودش بیاد داوطلبانه عضو این جمعیت بشه و واقعا فکر میکنم که گروهی یا عده‌ای باید ایشون رو با توجه به سوابقشون و نیکو نام بودنشون و سایر مسائلی که در یک انسان مزیت اخلاقی و خوبی داره انتخاب بکنن و اون موقع ایشون به عضویت اون مدیریت یا جلسه یا هیئت امنا انتخاب بشن. این تنها اطلاعاتی بود که من خودم شخصا داشتم، خواستم خدمتتون عرض بکنم. با امید موفقیت و سلامتی بیشتر برای شما، خداحافظ. ممنونم دوستان. 1:15 ببینید چقدر قشنگ حمید آقا توضیح داد از نیویورک و بسیار متشکرم. این نیویورک چند تا ایریا کد داره؟ در هر صورت ببین آقای حمید جان، من نگفتم ایشون میخواد بهایی بشه. اتفاقا تو خود همین ویدیویی که الان تا چند دقیقه دیگه پخش میکنم ایشون میگه من از احبا نیستم. بعد ایشون راجع به خودش هم صحبت نمیکنه که بخواد توی اون بیت العدل عضو بشه یا نماینده بشه. میگه شمایی که سمبل آزادی و افتخار زن و اینهاتون خانم طاهره قرة‌العین هست، اگر طاهره قرة‌العینی امروز در سال 2015 بیاد و بگه من میخوام نامزد بشم در بیت العدل، دین شما که میگه زنها نمیتونن نامزدی بشن یا انتخاب بشن، به اون چی میگن؟ خب اگه این چی رو بگین شما نمیشید مثل همون آخونده و مثل همون رژیم قاجار و مثل همون رژیم پهلوی یا هرچی فلان اینها یا همین آخوندهایی که الان هستن. این بود فیلم رو ببینید، حتما فیلم جالبیه. خب این از این، ممنونم. ببینید دوستان وقتی میگم زنگ بزنید پیام بذارید چقدر خوبه. ببینم که بیماری شاه، دیوید میگه که the blood disease of Shah was lymphatic cancer which is a specific type of blood cancer. بله، میگه شاه سرطان خون داشته که یه نوع مخصوص سرطان هست و در هر صورت مرسی. بن کارسون برای من ایمیل فرستاده. آقای دیوید باز نوشته که بهایی is automatically disqualified even as a cult because the number of months in Baha'i 19 which 19 day as you see in Judaism. من متوجه نمیشم، شما میگی بهایی اتوماتیکلی به اصطلاح دیسکوالیفای میشه برای چی؟ نمیفهمم دیوید جان، باید یه کمی یا فارسی بنویسی من فارسی بخونم یا پیام بذاری من پیام بشنوم اونو بیان بگم، یه کمی با ما را بیا، اذیتمون نکن. دوستان ساعت 3:37 است و من باور کنید 100 تا نوشته و گفته دیگه که بعضی هاشم به دوستان قول میدم، هی میگم فردا من در این مورد صحبت کنم، چه کار کنم نمیدونم. من حتی امروز ساعت 3 یک مهمونی داشتم، این مهمونمون گفت که من اگر مسافرتی که میرم کنسل بشه میام. بعد بهش گفتم آقا ول کن، حالا مسافرتنم به هم نزن، برو ایام تابستان دنبال کار و زندگیت و فعالیت های سیاسی اینها، بعدن فعلا همون بریم دنبال استفاده کم کنار دریا خوش باشیم و اینها تا ببینیم چی میشه. در صورت دوستان عزیز ساعت 3:37 است، 3 دقیقه دیگه حمید جان از نیویورک این برنامه رو پخش میکنم. دوستان عزیز، از این که شما زنگ بزنید بگید به به چه چه سربی تنها تلویزیونی که حقیقت رو میگه تو هستی، فایده ای نداره. ما آخرش مثل تاج اصفهان بود، میگن آمد جیبش در آورد جیبش خالی بود، همش دست میزدن. آقا دست نزنید، جیب من پر از کف و پر از دست، این کف زدن چه فایده ای داره بابا؟ یکیتون 2 روز کافی نخورید. یه دوستی من تماس گرفت گفت آقا وضعت چطوره؟ گفتم وضعم خوبه. یکی دیگه من گفت آقا تو که به اون گفتی وضعت خوبه، چرا بهش نگفتی احتیاج داری؟ گفتم آقا از من پرسید وضع خودم چطوره، من وضع خودم خوبه، احتیاج ندارم. از من نپرسید وضع تلویزیون مردم چطوره. درست مثل آقای دونالد ترامپ، گفت من ورشکست نشدم، شرکتام ورشکست شده. شاید ما این یاد گرفتیم از آمریکایا، جداش میکنیم.
در اصل هر کدومتون امکان مالی داری، من دوستی داشتم آقایی که اسپانیا میره، اهل کلرادو هست، اینا ایشون لطف میکرد بابا اینو مقرری مثل به بچه‌تون که روزانه میدین به دوستتون. ما به یکی گفتیم که تلویزیون مردم احتیاج به ساپورت داره، آمد اینجا سلام و علیک و روبوسی، گفت شما میدونی که من مثل خانواده‌ام شما رو دوست دارم. گفتم الان دست کن تو جیبش یه چک $500 میده حتی اگه بی‌محل باشه. بعدم خداحافظی کرد رفت. آقا مثل خانوادت دوست داری، شما به خانوادت کمک نمی‌کنی، پول نمیدی. چی بگم والا، این زبون من مو در آورد و شما هنوز اندر کم یک کوچه ای. این هم از این. بله ببینم این دوست عزیزمون چی میگه. بله میگه بله بله بله، ولی میگه کاگو جان این افتخاریه برای من که اگه وضع مالی بینندگان شما خوب نیست، من اموراتم روزانه است و اگر یک هفته کار نباشد چرخ لنگ میزنه. من با کمال میل پرداخت خواهم کرد، فقط اعلام نمایید چطور $100,000 خرج عروسی و بار میتوا میکنن ولی از $50 معذورید برایتان $200 میفرستم. ممنونم. این دوستی که گفتم $200 فرستاده بود برای اون معلم یزدی، نه یزدی ما به شوخی نه، وقتی گفتیم یه دوستمون به شوخی نوشته بود آقای سوربی این پولو بده به من تا من از کانادا بنزین بذارم بیام. گفتم من شما میگی $200، من از جیب خودم $300 بهت میدم، بیا قشنگم بیا بنزین خوبم بزن تو راهم وایس استفاده کن چیکون. ولی من اون پول رو ایشون داده دستم به امانت برای یه کار دیگه ای، اون رو اونجا خرج کنم، این رو اینجا خرج کنم. مرسی، ممنونم. برنامه رو اگه حالا نمیبینی بعدن که میبینی پخش میکنه ببین. و من همیشه گفتم همونجوری که لاتاری رو آدمای پولدار نمیخرن، آدمای فقیر و بیچاره میخرن، همونجوری که تو خیابون وقتی شما میرید آدمای پولدار معمولا کمک نمیکنن به اونایی که نیاز دارن، ولی اونی که کم پول داره با وجودی که $10 داره $1 کمک میکنه چون خودش تو اون شرایط بوده. متاسفانه این وضع اینجا هست، ولی بازم بهتون عرض کنم بنده اگر احتیاج داشتم به این توپولی و چاقی نمیشدم، ولی تلویزیون مردم احتیاج داره. همین که یه کامپیوتر بخرن، نور بخرن، چراغ بخرن، نمیدونم اینو بخرن اونو بخرن. دیروز پسر من اومد بود اینجا میگه بابا شما چند تا از اینا داره اینجا وور 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 کار میکنه. گفتم چیکار کنم، هی باید استوریج کنیم. دوستان بریم این فیلمو ببینیم و روز میخوام اگه یکی دو دقیقه با تاخیر این فیلم ها پخش میشه. خدا نگهدارتون، آخر هفته خوبی داشته باشید و به امید دیدارتون روز دوشنبه. روز روزگار از شما عزیزان خوش. مرسی.